اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک من انباء القری نقصه علیک منها قائم و حصید و ما ظلمناهم ولکن ظلموا انفسهم و ما اعلنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك و ما زادوهم غير تكذيب و كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى و هي ظالمتون ان اخذه عليم شديد ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس و ذلك يوم مشهود ما نؤخره الا لأجر معدود يوم يأتي لا تكلم نفس الا بإذنه فمنهم شقي و سعيد. بعد از نقل هفت قصه از داستان‌های قرآن کریم به صورت جمع‌بندی شده فرمود به این که اینها مناطقی هستند که محکوم عذاب الهی شدند، آثار بعضی از اینها سرپاست، آثار بعضی از اینها درو شده است و اثری از اینها به حسب ظاهر نیست و هیچ کدام از اینها مورد ظلم ما قرار نگرفتن. ما به هیچ کدام ظلم نکردیم، ما برابر با عدل رفتار کردیم و اگر ستمی بود اینها به خودشون کردن. در نوبت دیروز اشاره شد که اگر یک فعلی باشد و یک کیفری، یقینا یکیش ظلم است، برای اینکه اگر اون فعل حق و عدل باشد اون عذاب ظلم است، اگر اون فعل ظلم باشد اون عذاب عدل است. این که فرمود ما ظلمناهم یعنی یه ظلم یقینا هست، ولی ما ظالم نیستیم، اونا ظلم کردن، ما مظلوم هم نیستیم، کسی هم به ما نمیتواند ظلم کنه، ما نه ظالمیم نه مظلوم، اونها هم ظالمن هم مظلوم، به خودشون ظلم کردن. و این تحلیل به اون اصل گذشت که انسان یه خودی دارد ظالم و یه خودی دارد مظلوم، که تعدد ظالم و مظلوم به این دو نحوه از مراحل معرفت نفس برمیگردد. بعد فرمود به اینکه کاری از خدایان اونها هم ساخته نبود. اینکه کاری از اونها ساخته نیست برای اینکه اینها در روز خطر به آلهشون پناهنده می شدن و از اونها سودی نمی بردن، اینکه روشن است. لکن برابر برخی از آیات دیگر که فرماد انکم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، که عابد و معبود کلاهما فی النار است، اونا میبینن این سنگهای دست تراش که به صورت بت تراشیدند و عبادت میکردن اینا هم به صورت حجر جهنم در آمدن، که وقود و هنناس و الهجاره. خب این ناس که عابد است، اون هجاره که معبود است، هر دو دارن گداخته میشوند. معلوم میشود از این آلهه کاری ساخته نبود دیگر. این مال عذاب آخرت. در جریان دنیا البته این چنین نیست، اینا به آلهشون مراجعه کردن، از آلهه کاری ساخته نبود. و اما درباره عذاب آخرت میبینن به این که انکم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم، همه حسباب سنگ ریزه جهنمی، برابر آیه او انفسکم و اهلیکم نارن وقود و هم ناس و الهجاره، که گفتن اون هجاره منظور سنگهای وسن و سنمه است، اونجا معلوم شد که از اون آلهه کاری ساخته نبود. فما اغنت انهم آلهتهم ملتی یدعون من دون الله من شیء لما جاء امر ربک، امر الهی هم که بیاید کن فیکون است، مانعی برای نفوذ امر الهی نیست، نه از درون و نه از بیرون. انسان کاری که انجام میدهد گاهی مشکل درونی پیدا میکند که ضعف اوست، اعضا و جوارح او با او همراه نیستند، عضو فلج می شود یا ضعیف می شود و ماند.
گاهی علل و عوامل بیرونی مانع نفوذ کارند و نمیگذارند کار انجام بگیرد. درباره ذات اقدس اله هیچ کدام از این دو فرض ندارد، نه از درون و نه از بیرون. از درون فرض ندارد برای اینکه کسی که قوه اون نامتناهی است ضعف و عجز فرض ندارد. ذکر همون ایه نابل خلق الاول. درباره عوامل بیرون فرض ندارد برای اینکه بیرون از نظام هستی چیزی نیست تا جلوی کار خدای سبحان را بگیرد. بنابراین هرچی هم که هستن که سربازان الهی هستند، لله جنود و سماوات برارست. بنابراین فرض ندارد که چیزی جلوی اراده الهی قدرت الهی را بگیرد. و ما زادو هم غیر تطبیب که در نوبت قبل گذشت، اونگاه ذات اقدس اعلام فرماد به اینکه این سنت ماست، نه اقوامی که قبل از جریان هست موسی و عیسی بودند عذاب اونها آخرین عذاب بود، نه عذاب قوم موسی و عیسی علیه السلام آخرین عذاب است، بعدن هم در پیش است. فرمود به کدالک اخذ و ربک اذا اخذ القرا، قبلا اینطور بود، الان همینطور است، بعدن هم همینطور خواهد بود. سنت الهی این است. این که سنت الهی است، گاهی در سوره مبارکه سبع و فاطر به عنوان ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا، به اون لسان قضیه سالبه ذکر می شود. گاهی هم نزیر این آیه به صورت قضیه موجب ذکر می شود که فکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرا وهی ظالمه. این اصل کلی است. نموداری از این اصل کلی را در بخشای دیگر بیان فرمود. ما خیلی از مناطق را ویران کرده ایم در اثر بیبندوباری ساکنان او. در سوره مبارکه انبیا آیه 11 این است: بکم قصمنا من قریه کان لالمتن. قصم هم اون قطع کردن است، نظیر همین حسید. منتها گاهی انسان چور میشکند، گاهی شاخه رو و خوشه رو درو میکند. و کم قسمنا من قریه کانت لالمه و انشأنا بعدها قوما آخرین. منظور از این قریه که قریه ظالم است، یعنی اهل او ظالمند، به دلیل اینکه در بعضی از موارد دارد که من قریه لالمه اهلها. اسناد ظلم به قریه برای آن است که گویا کل قریه آلوده شده است. مثل اینکه اگر یک کسی معروف باشد تو این محل، گویا کل محلی رو میشناسن. وسأل القریه، گویا کل قریه ای رو میشناسن. نظیر اون چی که فرزدق در باره هست امام سجاد سلام الله علیه گفت که حاضر لذی تعرف البت آهو بت اتهو ول هلو یعرفو من انکه در حرمو. این طوره کل این شهر اون حضرت رو میشناسن. در جریان مصر کل این شهر هستی یوسف رو میشناسن. وسأل القریه که مصحح میطلبد. این گونه از موارد که ظلم به قریه اسناد داده میشود از همین قبیل است. چه اینکه در همون سوره مبارکه انبیا آیه 74 به این صورت بیان شد: ولوتا آتیناه حکما و علما و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث. خب اون قریه که کار بد نمی کردن، که مردم اون قریه کار بد می کردن، ولی در اثر آلودگی فراوان گویا این شهر شهر عمل خبیث بود. در سوره بارکه قصص آیه 58 فرمود: و کم اهلک نام این قریه تن بکرت معیشتها. این اسراف و اضافه خواهی و افزون طلبی و رفاه طلبی باعث فساد است. بالاخره فسادهای دیگه است. فرمود به کم اهلک نام این قریه تن بترت معیشتها. خب پس گاهی به صورت به کم قسم نام این قریه تن است، گاهی به صورت به کم اهلک نام این قریه تن بترت معیشتها است، گاهی به عنوان و اهلک نام این قریه تن باننده آن است. پس قرا و قصبات و شهرهایی که عذاب الهی و حیات اونها خاتمه داده است کم نیست. لذا به عنوان اصل کلی در آیه محل بحث فرمود: و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمه. و هرگز ذات اقدس اله ملتی را عذاب نمی کند مگر اینکه اون ملت گرفتار ظلم باشند. و ما کان ربک
مهلکی الا و اهلها ظالمون. خب و کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهی ظالمه ان اخذه علیم شدید. در اونجا فرمود به این که اگر امر الهی برسد فرار از او ممکن نیست. اینجا فرمود این عذاب الهی دردناک و شدید هم هست. البته در بعضی از موارد فقط از دردناکی و شدت او خبر میداد، مثل همین آیه. گاهی نظیر بخشای پایانی سوره مبارکه فجر میفهمد بینکه فلیوم ازن لا یعذب و عذابه و احد و لا یوسق و بساقه و احد. این که لا یعذب و عذابه و احد و لا یوسق و بساقه و احد یعنی فرض ندارد که یه عذابی مثل او معادل داشته باشد، مثل او باشد. آیه 25 سوره مبارکه فجر در اون روز میگوید یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد و لا یوسق و بساقه احد. در دنیا هیچ ممکن نیست کسی بتواند مثل ذات اقدس اله در آخرت کسی رو عذاب بکنه. حتی اونای که در اخدود و در کانال عذابی ادیر میسوزندن، اونها ممکن نبود که بتواند مثل عذاب الهی کسی رو تعذیب بکنن. چرا؟ برای اینکه اینایی که در اصحاب اخدود بودن در کانال عذاب میسوختن، جسمشون البته میسوخت، اما اینها به پاداش الهی امیدوار بودند. اونها که غرق در جمال و جلال الهی بودند که اصلا احساس نمی کردن، واقعا احساس نمی کردن. همونطوری که از امام باقر سلام الله علیه سوال شد که شهدای کربلا در برابر این همه تیرها و دشنه ها و نیزه ها و شمشیرها چه احساسی داشتن، می فهمون مثل که شما با دو انگشتتون مقدار گوشت یکی از انگشتها رو فشار بدید. خب بعدم با دو انگشت خودش گوشت یکی از انگشت ها رو فشار بدهد، مگر چقدر درد احساس میکنه؟ خب به همون اندازه اینها تیرها و نشه ها رو احساس میکردن. اون حادثه که برای اونها در شب عاشورا پیش آمد باعث میشد به این که حواسشون جای دیگه بود. خب چرا اینا که تو اتاق عملا مغمى علیهن بیهوشن بدنهای اینا رو اربن اربا میکنن ولی اینا احساس ندارن؟ برای که توجهشون اینجا نیست، جای دیگه. این که نمردن، که نمردن، نه به خواب رفتن، حواسشون جای دیگه است. از این محدوده فعلا توجهشون سلب شد. اگر جریان کشیدن تیر از پای استنبیر از این قبیله، اگر جریان شهدای کربلاس از همین قبیله، بدن که درد احساس نمی کند، که عمده روح است که درد احساس بکند، اونم به وسیله لامسه که قسمت مهمش تو پوسته است، تو استخوان هست، تو قسمت دیگه است، اما قسمت مهم نیروی لمس تو پوست. لذا تو سوره مبارکه نساء فرمود به اینکه کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب. وقتی سوخت و سوز آمده این پوست ها رو سوزونده، ما پوست تازه می رویانیم که عذاب رو بیشتر احساس بکنه. اینا ابزار لمسن، لامس حقیقی نفس است. نفس اگه توجهش رو از این بدن برداره، با تخدیر عضو یا با تخدیر کل بدن مثلا احساس نمی کنه. همین معنا تو بیداری هست، همین معنا در حالتهای مدهوشی هست و نه بیهوشی. این چنینی که وجود مبارک موسی کریم و خر موسی صعقا مثلا یه حالت سختی بود دست داده باشد، این طوری که مثلا احساس رنج و درد کرده باشد، خب بلکه احساس نشاط دارد. در باره اصحاب اخدود و مانند اون این چنینه. و در باره افراد دیگر اینها میگن بالاخره روزی ما انتقام میگیریم، یا خودمون انتقام میگیریم، یا تاریخ به قول اونا انتقام میگیرد، یا نسلهای بعد به انتقام میگیرد. با همین خیال ولو واهی یه مقدار تشفی پیدا می شود، ولی اگر انسان وارد صحنه بشود که حق برای او روشن شد و روشن شد که هیچ راهی نیست، این عذابی که می بینن حق است، لا ریب فیه، نه بطلان در او هست، نه جبران در او هست، نه نسل بعد در او هست، نه قدرت انتقام گیری هست،
هیچی هیچ نیست. بنابراین این عذابش میشه عذاب خالص. چنین عذابی مقدور هیچ کس نیست که کسی دیگری را عذاب بکند به این سبک. فیومئذن لا یعذب عذابه احد. این هم نکره در سیاق نفی. در دنیا ممکن است شبیه عذاب الهی به حسب ظاهر خیال بشود وی در آخر درس فرض ندارد. لذا ولا فمود ولا یوثق و وثاقه احد. و تمام اعضا و جواره انسان هم علیه انسان شهادت میدن و علیه انسان میشورن. یه همچی. خب اگر کسی خدا اینا کرده بیراه برود تا بیقینا عاقل نیست، برای که این جور خودشو به عذاب الهی گرفتار میکند. لذا فرمود این اخذه علیم شدید. این جامعه بین عذاب دنیا و عذاب آخرت است. اما اون مرحله شدیدش مال قیامت کبراست، چه اینکه اون نشاط شدیدش هم مال قیامت کبراست. در جریان دنیا انسان به هر نعمتی هم که برسد، به هر مقامی هم که برسد، چه مقام علمی چه مقام عملی، به هر درجه‌ای که برسد ولو درجه صلاح و فلاح باشد، باز نشاط او مشروب به اندوه است. برای اینکه میدونه یه وقتی ازش میگرن دیگر میمیره. در جریان آکل و معکل که خب بالاخره مستحضرید، انسان که حیوان نمیخورد، همین که حیوان ذبح شده است میشه جماد، اون هم جزء بدن او میشود. کل بدن در طی دوران زندگی سالیان متمادی عوض میشود. همونطوری که در دنیا اگر کسی گوشت حیوان دیگر رو بخوره یا مثلا دست او دست کافر باشه، جراحی بشه، یک کسی سرقت کرده و محکوم شده به قطعیت و فرار کرده از زندان مثلا، بعد از این مدتی تصادف کرده و دستش قطع شده، بعد دست یک کافر را گرفتن پیوند زدن و گرفته به کاملا دست او شد، بعد از 18 سال از این صحنه که گذشت دوباره دستگیر شد و محکمه عدل آمد، آیا حاکم شهر دستش قطع میکند یا نه؟ آیا این میتوند بگه این دست کافر است دست من نیست؟ وقتی جزء بدن شد، بدن او را پذیرفت و همه کارهای طبیعیش رو به گرفت، بدن اوست. الان تو این جراحی پلاستیکی همینطوره. دست کافر خب نجسه، با دست کافر نمیشه وضو گرفت ماننده، اما وقتی که این دست به این بدن رسید و ملتهم شد و جوش خورد و گرفت، همین دست پاک است، همیشه با او وضو گرفت، همیشه با او نماز خوند. وقتی جزء بدن انسان شد، نفس او را پذیرفت، بدن اوست. این تازه گوشه ای از گوشه های معاد جسمانی است. یعنی اگر ما بخوایم معاد جسمانی را مثلا از اون قله بیاریم تو این دشت، هزارها مرتبه پایین بیاریم، نموناش اینه. از پیچیده‌ترین مسئله، مسئله معاده، چون این بحثا تو حوزه ها نیست، برای ما سنگینه. کدوم بز میشه؟ آیا این بدنها از زمین در میآیند برای بخشای پایانی سوره مبارکه یاسین؟ من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها و مرزه، عین او را زنده می کند. در این که عینت حرفی نیست، اما در عینیت مطالب نظری فراوان است. آیا قبل از این که زمین تبدیل بشه به زمین دیگر انسان ها زنده می شن؟ یا حین تبدیل زنده می شن؟ چون یوم توبت در الارض و غیر الارض و السماوات، این زمین تبدیل میشه به زمین دیگر، از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه تبدیل میشه به زمینی که لم یؤس علیها. خب بعد از اینکه این زمین تبدیل شده است به زمین دیگر، ابدان از زمین برمیخیزن؟ یا قبل از تبدیل یا حین تبدیل؟ در هر سه صورت سوالات خاص خودش دارد. معاد جسمانی و روحانی مطالب نظری فراوانی دارد که تصور بعضی ها چند سال درس میخواد، تصورش چه رسد به تصدیق. و حتی دارم بگم معاد جسمانی میشه ضروری،
ضروری هست، اما برای اهلش ضروری هست. همین بدن محشور می شود بدون کم و کاز، همین گوشت ها، همین پوست ها، همین الان نسویه بنانه، همین من یحیی العظام و یحیی رمیم. اما عینیت به ماهیه، به چی عینیت صادق است؟ در این حال که ما میگویم این زید همون زیده چند سال قبل است، این مساله به فراوانی دارد. الان ما هیچ تردید نداریم این آیونی که 70-80 سال زندگی کردن این همون آیه بودن که در 20 سال قبل بودن، 30 سال قبل بودن، 40 سال قبل بودن، 80 سال قبل بودن. در حالی که برای همه ما ثابت شده است طبق بحث‌های علمی که چندین بار کل ذرات بدن اینا عوض شد، هیچ جزئی ثابت اینا تو اینا نیست. اگرم که جراح پلاستیک شده، تلقیح شده، دستشون عوض بشه، پاشون عوض بشه، چشمشون عوض بشه، گوششون عوض بشه، باز این آقا همون آقاست، عین اوست. و در اینکه این زید است ما کمترین تسامحی نداریم. اسناد این زید به این شخص اسناد الی ما من هو له است. علاوه بر که تصور خیلی از مسائل جزء پیچیده‌ترین مسائل نظری است، فضلاً از تصدیقش، فضلاً از جمع معارضاتش. خب اونا هم همینطور است. حتی اونایی که اربن اربا کردن، شهیدشون کردن، اونا هم بالاخره عین همون فضابی است. اونا هم حتی اونایی که سر مطهرشون رو بریدن، اونایی که بدنشون رو قطع کردن، دستشون رو قطع کردن، اونا هم عین حالت اولیشون رو دارن. بالاخره به همین هست که ما در دنیا داریم. در دنیا چی رو داریم؟ در دنیا این آقا چندین بار عوض شده ولی این آقا همین آقاست. ما هیچ تردیدی نداریم که الان این زیدی که بعد از مثال زدیم فرار کرده دوباره آمده به محکمه، بگه آقا این دست من پیوندی است، کسی گوش ورش نمیده. میگن دست محکمه عادل که گوش نمیده، میگه دست باید قطع بشه. تو همون شخصی وقتی که بگه آقا من 20 سال قبل سرقت کردم، محکوم شدم به قطعیت، از زندان فرار کردم، در بین راه تصادف کردم، دستم قطع شده، دست یک کافری رو گرفتم به دست من چسبوندن و دستم گرفته و این غیر از اونه. میگن نخیر الا ولا بود. در جریان این که اگر 3 نفر یکی دیدبان باشه، یکی ببنده، یکی بکشه، در اون قصه معروف که یکی رو اعدام میکنن، یکی حبس ابد دارد، که تسم العینا چشمشو با رخره میل گداخته یا کور میکنن یا در میارن، ای کسی کور بشه چشم مصنوعی بذارن، چشم در همون حالی که چشمش ترکش خورده آسیب دیده در بیارن، یه چشم دیگری همونطور که گرم است فورا بجاش بذارن، چشمش میگیره. این دیگه نمیتونه بگه این چشم من غیر از این چشمه. عمدان است که ما این رو معتقد باشیم این زید با همه خصوصیات عین این زید بدون کم و زیاد در قیامت می آید، این رو باید معتقد باشیم. اما همون جوری که تو دنیا عینیتش مطالب علمی فراوانی دارد، در آخرت پیچیده تر است. اون مقداری که بر همه ما لازم است این است که این زید با این انگشتانش، با سر انگشتانش، با اعضا و جوارش بدون کمترین تفاوت می آید، طوری که به تعبیر روایات لو رأیته لقلت انه فلان. خب حالا ممکن است در بعضی از آیات هم قرآن کریم راجع به معاد که بحث می‌شود که بدن چی جور است، زمین چی جور است، زمین تبدیل می‌شود، آیا این بدن ابدان قبل از تبدیل زمین زنده می‌شود یا نه، ممکن اونجا اشاره بشه. عمده اینه که فرمود ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الآخره. در قرآن کریم جریان های فراوان است. یکی این که بعضی ها باید اهل خشیت باشند، این خشیت مال هر کسی نیست، انما یخشی الله من عباده العلماء. بعضی ها باید از این حوادث و رخ داده تلخ عبرت بگیرند، این گذشته از این که برای اهل خشیت کافی است، برای اهل خوف هم کافی است، که در همین بخش فرمود ان فی ذلک لآیه لمن خاف عذاب الآخره، برای همه آیه است. منتها کسی که اهل خوف است برای او علامت الهی است، آیت الهی است به مانند عبرت گیری که خوب که بتواند تحولی پیدا کند. حالا این شخص فهمید علامت است و
ولی یه تحولی در درون او پیدا می شود یا نمی شود. اون رفعه بود برای همه نیست. تحول که نفی ذالک العبرت لمن یخشا، اون برای همه نیست. درباره گروه خاصی اونا می توانند عبرت بگیرند. سوره مبارکه نازعات آیه 26 به صورت است. بعد از جریان فرعون فرمود فحشر فنادا فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى. این یخشا در حقیقت به علما برمیگردد. اینا اهل عبورن، خیلی ها اهل تماشاین، یه اظهار تاسف هم میکنن، اما بالاخره یه هجرتی، یه عبوری، یه تحولی از جایی به جایی باید عبور بکنن بالاخره دیگه. اگر عبور نکنن خب بهره نمیبرن. فرمود عبور مال اهل خشیت است. خشیت هم که خب عالمان دین دارای خشیت هم این فیدالک لعبرت هم لمن یخشا. اونا که اهل خشیت نیستن تماشا میکنن، احیانا متأثر میشوند و گاهی هم ممکنه گریه بکنن. این گریه کردن اینها یه مقدار برای تسکین عواطف خوبه، اما بالاخره عبور نکرد این آقا، تحولی در رو پیدا نشد. بنابراین اونا که اهل خوفن یه درجه از بهره رو میبرن، اونا که اهل خشیتن درجات بیشتر و برتر وسیع اونها خواهد شد. امدانت که این روز قیامت را ذات اقدس الا با عظمت و جلال تعریف میکند. میفهم از ذالک یوم مجموع له الناس و ذالک یوم مشهود، روزی که همه جمع میشوند، نه درو جمع میشوند. خب درو جمع شدن میشه یه مکان عمومی، این مهم نیست، برای او جمع میشوند، برای میشه او چیزی، هدف است، مرجع است. که ان الاولین و الاخرین مجموعون لیوم معلوم، اولین و آخرین در اون روز برای اون روز جمع میشن، برای اون روز جمع میشن، نه در اون روز جمع میشن. معلومه اون روز حسابی داره، یه کتابی دارد، برای اون روز جمع میشن. از اینجا معلوم میشود که این همون بزاله که یوم المشهودون، نه یعنی همه او رو میبینن. خب یه وقت است در سوره مبارکه بقره فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس بینات من هدی و فرقان و من شهد منکم الشهر. خب خیلی هستن که ماه رمضان رو میبینن. من شهد منکم الشهر یه جوره، شهد المعاد جور دیگه است. این از قبیل من شهد منکم الشهر نیست. یوم القیامه معاد مشهود فیه است، نه مشهودون. ماه رمضان مشهودون، من شهد منکم الشهر رو میشه اینه. فعلا ماه رمضان آمد و ما هم میدونیم که ماه رمضان آمد، آسمانی به زمین نیامد، زمینی به آسمان نرد، ماه رمضان خوب آمد. اما وقتی قیامت میشه آسمان به زمین میاد، زمین به آسمان میره، کل اوضاع بد میشه، جلال و جمال خدا ظهور میکنه. اون روز همه میفهمن که کار دست دیگری بود. ان القوة لله جميعا، اون روز یوم لا تملك نفسا و نفس والامر يوم عزين لله، اون روز یومون مشهودون. چی مشهود است؟ جلال و جمال الهی مشهود است. فیه یه ضمیر مذکور، نه یومون مشهودو. خب همه او رو میبینن، اینطور نیست. خب بنابراین در آثار توحیدی ذات اقدس الهی در بخشای فراوان برای خودش اوصافی ذکر میکنن. بعد شبود اینا تو قیامت هست، تو قیامت هست معاذ الله، نه یعنی در دنیا نیست. خب اینی که در سوره مبارکه بقدرت ان القوه لله جميعا، یعنی امروز قوه مال دیگران است، فردا مال خداست معاذ الله. این که میشد قدرت محدود، که اون روز يرون ان القوه لله جميعا، نه اون روز ان القوه لله جميعا. اون روز ظرف ظهور توحید ناب است، نه ظرف حدوث توحید. اون روز ظرف ظهور لا تملک و نفسون لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله است. اون روز میفهمیم که مدیر عامل همیشه یه نفر بود
و سراسر عالم جنوده بودن. و اعلم عباد الله انک جوارحکم جنوده. خب انسان اگر بداند اعضا و جوارح او سربازان الهیان، هم وضو میگیره، هم حساب شده وضو میگیره، هم اون اسراری که برای غسلتان و مسحتان ذکر شده در توجه دارد. همیشه این دستورات که ما دادن که به زبانتون سفارش کنید، به عذاب جوارحتون سفارش کنید، اینا رو جدی میگیره. میاد صبح که برخواستید به زبانتون بگید آبروی منو نبر، حرفی نزن، کاری نکن که بالاخره من به خطر بیفتم، دستم اینطوره، پاهم اونطوره. اینه گفتن کفش میبوشید، نه پاشه رو ببوش بذار یا پای راست بذار، این ذکر بگو اون ذکر بگو، یه ما باورمون بشه که اینها جوارح ماست و جنود الهی. و اگر بیراه رفتیم ذات اقدس اله با اعضا و جوارح ما که سربازان او هستن ما رو میگیرن، یه حرفی میذاریم رسوا میشیم، یه جای میریم که نباید بریم رسوا میشیم، یه چیز رو امضا میکنیم که نباید امضا بکنیم رسوا میشیم. این چنین نیست. بارها ملاحظه فرمود اگه خدای سبحان خواست کسی رو بگیرد از جادیه لشکرکشی بکنه. که خب این معنا برای اولیای الهی مشخص است، برای همگان در اون روز روشن می شود. یومون مشهودون فیه. چی مشهود است؟ جمال الهی، جلال الهی، توحید الهی. اون روز این معنا در قیامت بر هم مشهود است که لا تملک النفسن لنفسن شیئا. از هیچ کسی کار ساخته نیست، نه اینکه کاری ساخته است و مزایقه میکنه، نه یوم یفر المرء و یوم یذل المرء، از هیچ کی کار ساخته نیست. این میشه توحید. یکی از مصادیق این یوم مشهود است. شاهد و مشهود را، والد و ولد را برای اون مصادیق ذکر کردن. ولی در اینجا اون مصداق کاملش این است. اونجا هم خیلی از آثار توحید الهی مشهود است. غرض آن است که این روز مجموع له الناس است، این روز مشهودون فی هست. در حقیقت خیلی از چیزها را مشاهده میکنند. بعد حالا یکی اشاره بکند کی ظهور میکند، میفهمد اون وقتی که کی و کجا برطرف شد. چون کی از تاریخ خبر میدهد، کجا از مکان خبر میدهد. ما اگر جا را برداریم دیگه سؤال از جا به نام کجا نیست. اگر تاریخ را برداریم سوال از تاریخ به عنوان کی نیست. اگر چون چه این شمس و قمر برداشت شد، آسمان و زمین برداشت شد، دیگه تاریخ هجری و میلادی نمیمونه که ما بگیم قیامت در فرون تاریخ هجری است. برای اینکه خود این مجموعه که تاریخ سازن، زمان سازن، زمین سازن برداشت شد. والارض قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه، کل این جریان برداشته شد. باید نه تاریخی میمونه تا بگیم کی، نه مکانی میمونه بگیم کجا. اینا همه یک جا رخت برمیبردن تا دوباره ذات اقدس اله بساط دیگر پهن کنه. حالا چون در آستانه ماه مبارک رمضانیم، برای بعد از ماه مبارک رمضان انشاءالله اول یوم یعت لا تکلم نفسون شروع میکنیم انشاءالله. الحمد لله رب العالمين.